مشکلات اینا داشتن در سوره که حال میه در سوره مبارکه در دلایل نقلی بیان میشه که پیغمبرا و امتهای پیغمبرا چی مشکلات داشتن موحدین چی مشکل داشتن دلایل اینجا نقلی زیاتر ذکر میکنن در این سوره مبارکه مناسبت از این سوره با سوره قبلی است که در سوره الانعام ختم شد سوره به هو الذي جعلکم خلائف الارض که شما را جانشین ها ساختند در زمین که یعنی مخلوقات قبلی دور میشه شما جانشین از اونها در زمین میشین در سوره الاعراف تفصیل از این میاره قصه آدم علیه السلام میاره چه قسم خلیفه بعد از قصه نوح علیه السلام می باز قصه عاد می به امرای هود علیه السلام قصه سمود می به صالح علیه السلام دیگه مسائلی که در اینجا هست دیگه مسئله که از در این سوره مبارکه برای مسلمان ها و دعوتگرای اسلامی میگه که شما باید بسیار شجاعت داشته باشین در دعوت اسلامی از بندی شدن از قید از اینکه مال تان از استان بره خانه تان از استان بره, بره زندگی تان از استان بره شما دای ای چیزا ترس نداشته باشین وقتی که گپ دین الله و شریعت الله گفته میشه ایره با بسیار صداقت و اخلاص بگوین و از هیچ کسی از ملامتی هیچ ملامت کننده در مسائل دینی نترسین چرا کسی که ترسید بازو حق گفته نمیتونه و کسی که دین الله را به کس نمیرسانه و حق پوشی میکنه باز این شیطان اخرس و از شیطان گنگه هست الله متعال این شیطان های گنگه را دوست ندارم دیگه در این سوره مبارکه زیاد تاکید میشه سر متابعت از قرآن عظیم و, و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که مؤمنای حقیقی موحدین حقیقی کسایی هستند که قرآن از مشان پیششان بسیار ارزش داره مطابقت میکنه سنت های رسول الله صلی الله علیه و آله بسیار ارزش دارن از این مطابقت میکنه همچنان در این سوره مبارکه رد تمام اقسام شرک است چی شرک در ذات باشه یا در افعال باشه یا در صفات باشه یا در عبادت و اطاعت باشه تمام انواع ازیره رد میکنه امی اقسام های شرک هست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد إن ألف لام ميم صاد ما شما الله أعلم بمراده أز حروف مقطعات هز. معناه أزيد الله متعال خبتر فما کتاب امی قرآن عظیم مشان که از انزل نازل کرده شده است الهی که بسوی تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم فلا یکن فی صدرک که پس نباشد در سینه تو حرجا تنگی منه از آن لیتون بهی بیهی ای قرآن از مشان بخاطر ازی فرستاده شده نازل شده لیتون ذرا تا بترسانی بهی توسط قرآن عظیم مشان و ذکر و تایی که نصیحت کنی توسط ای قرآن عظیم مشان للمؤمنین برای مؤمنان اتبعوا ای مسلمانان مطابعت بکنید ما آنچه را که انزل الیکم نازل شده بالای شما من ربکم از جانب پروردگارشان از پروردگارتان آنچه که در قرآن نازل شده و آنچه که در احادیث نازل شده ولا تتبعوا و مطابعت نکنید من دونه بغیر از الله متعال اولیا ان دوستانی را که به غیر از الله اشخاصی که ضد شریعت الله حکم میکنند ضد عبادت الله کار میکنن اینا را اولیا و دوستای تا نگیرین قلیلا ما تذکرون بسیار شما کم بیات یاد میآورین دیگه چی مسئله هست که وقت عذاب الله بیایه ایگاه در وقت قیلوله میایه گای در شب میایه در گای در روز میایه و کم من قریت الله مطال میگه و بسیاری از قریه های بودن که اهلکناها ها ما اونا را حلاک کردیم فجا احا پس آمد برایشان بعصنا امو عذاب ما بیاتن در شبانگاه او هم یا در حال که اونان قائلون قیلوله میکردن قیلوله خواب نیمه روز میگن که در نیمه روز بسیاری کسا خواب میکنند فما کان دعواهم پس نبود دعوای از اونا یا دعایشان از جاهم وقتی که آمد برشان بأس اونا ما الا ان قالو ای که باز خودشان قالو گفتن اعتراف کردن که انا کنا ظالمین ما بودیم ظالمان فلنسالن الذين بس حتما سوال يا پرسان میکنیم الذين از کسانی که ارسل الیهم فرساده شده به ایشان ولنسالن المرسلین مرسل و ما سوال میکنیم از امو مرسلین یا پیغمبران فلنقصن علیهم فلنقصن پس ما حتما بیان میکنیم علیهم بالایشان بعلم با علم و كنا غائبين الله متعال میگن از هر چیزی که کس مرتکب ما غائب نیستیم یعنی يعني الله شاهد است و انسان باید زیاد از الله حیا بکنه والوزن یوم ازن الحق الله متعال میگه وزن اعمال که هست وزن ابدان که است وزن صحایف که است یعنی وزن وقتی در روز آخرت میشه میگه از ابدان هم وزن میشن اعمال هم وزن میشن به مو شکلی که الله وزن میکنه ابدان چه قسم وزن میشه یک وقت میگه یک صحابی مبارک عبدالله ابن مسعود بس بسیار لاغر بود وقتی که میگی در سر درخت بالا شد امین ساقای پایزی بسیار مین بود مردم خنده کردن رسول الله صلی الله علیه گفت که شما خنده نکنین این ساق پای هزی در ترازوی میزان بسیار وزن می داشته باشه بسیار ثقیل می باشه. پس از این معلوم میشه که حتی اجسام هم وزن میشه اعمال هم وزن میشه به شکلی که الله متعال قدرت دارم و و وزن اعمال یوم در روز قیامت الحق و حق است فمن ثقلت موازینه پس هر کسی که ثقیل شد موازینه وزن اعمال نیک از او فاولائک فا هم المفلحون الله متعال میگه اونو کسایی که وزن اعمالشان چی شد وزن اعمالشان ثقیل شد اینا کامیاب هستند بعضی کسا هست میگن وزن اعمال ما ثقیل بعضی کسا وزن اعمالش بسیار سقیل می باشه خوب روزه داره خوب نماز داره خوب حج خوانده خوب زکات کرده جه... جهاد کرده لکن حق انسان ها را زیاد تلف کرده سر یک رشخندی کرده غیبت کرده غیبت اعمال انسان یک دفعه یک نفر مثلا درکات نفل می خونه بعد ده نفل یک غیبت میکنه همین ده رکات نفل ازو بر ازمو جانبه که غیبت کرده یا رشخند میزنه نام ازو را میگیره بسیاری کسا عادت دارن که میرش خند میدن نام یک نفر را میگیره یعنی عیب از رو بیان میکنه اینالا عیب کسر بیان کردی سر کسرش خن زدی غیبت کسر کردی کسر دشنام دادی دو زدی آبرو عزت کسر بردی زمین کسر غصب کردی خانه کسر غصب کردی مال کسر غصب کردی اینی هست که کل اعمال انسان از پیش انسان گرفته میشه و با جانب مقابل داده میشه الله متعال میگه اعمال تان از اس فمن سخلت موازین و هر کسی که شد امو وزن اعمال نیکزین فاولایک هم المفلحون اینا باز کامیاب هستند و من خفت و هر کسی که خفیف شد موازین او وزن اعمال نیکی از این فاولایک الذين خسروا انفسهم فاولایک پس همین گروه مردم الذين کسانی هستند که خسر و خساره کردن انفسهم با نفسان چون به ما یظلمون به سبب ای که بر آیات و نشانه های ما ظلم میکردن اینا رو انکار میکردن ولقد مکنناکم فی الارض الله مطال میگه انسان ها شما را امکانات دادیم فی الارض در زمین ای امکاناتی که تو عقل داری امی عقلت از کجا کردی الله بر داده امی قلبت از کجا کردی الله بر داده امی اعضای بدن که تو داری ای از کجا کردی الله برات دادن ای تمام امکاناتی که داری کل شیخ و مال الله هست الله میگه ولقد مکن و, و یقینا که امکانات دادیم برای شما فی الارد در زمین و جعلنا لکم و برای شما فیها در زمان در همی زمین معایش امکانات زندگی جای عیش و آرامش قلیلا ما تشکرون شما بسیار کم شکر میکنین عمر مرد یک کس دید که در اطراف کعبه میگردن میگه اللهم اجعلني من القليل یا الله مرا جمله قلیل بگردان عمر دل تو فوق برادر چی دوام میکنین گفتم یا الله مجعلني من القليل مرجو از این جمله کم بگردان میگه شخص گفت که یا امیرالمومنین قلیل الله میگه وا قليلا من عباده الشكر بنده آیش جزار بسیار کم است اگه اك یک دفعه مثلا ساعتی یک اعضا به تکلیف قلبی بر ده باز پیش دکتر بری باز دکتر بعد که در 5 لاکر پی عملیاتت میشه باز وقت میفهمی که قلب چی نعمت است دستا که قطع شوه باز میفهمی که دست دس چی قطع است چی نعمت است ای که گرده تو کار نکنه باز تو بری اونجا هر روز بر اینجا انالیز میشه و تو روز سه هزار رو پی بیا تاویل کن دمای شست هزار افتاد هزار از پیشت بگیره باز اون وقت که الله ایدر بگه کنه چی قدر نعمت الله الله مطال میگه قلیل اما تشکر شما بسیار کم شکر الله رو میکنید الله ولقد خلقناكم الله مطال میگه ولقد خلقناكم يقينا که ما شما را خلق کردم ثم صورناكم باز شما را تصویر نمودم ثم قلنا للملائكة باز گفتم برای ملائكة که اسجد و لآدم برای آدم عليه السلام فسجدوا الا إبليس سجده کردن بغير لم یکم من الساجدین ای الله مطال در علم الله بود که ای از جمله سجده نیست يعني الله را ميكنا. گپ سر انسان نیست گپ سر امر الله بود وقتی که الله انسان به یک چیز امر کرد باید اطاعت از امر الله بکنه قال گفت الله متعال برای شیطان که ما منعه که چی مانع شد الله تسجده حال الله متعال جرم شیطان را بریان میکنه از, از پیشش سنت میگیره و او سنت برای ما شما بیان میکنه ما من چی شد چی مانه شد تا را ای شیطان ای ابلیس ان لا تز شده ای که تو سجده نکنی ای امر تو که وقتی که من تا امر کنم قال گفت ابلیس انا خیر من ما خوب بهتر هستم از اون این ای شعار قوم پرستاست زبان پرستا رنگ پرستاست شعار ابلیس است همیشه که ببینی مردمایی که در قوم هست میگه قوم ما فلانی قوم کده خوب است. زبان ما از فلانی زبان کده خوب است رنگ ما از رنگ از اونا کرده خوب است ما اوتر هستیم ما سفیدپوست پوست هستیم ما فلانی هستیم این این شعار شعار, شعار شیطانی است انانیت ایره میگه انا انانیت از خودخواهی است این سبب کفر ابلیس شد گفت انا خیر من هم از او کده بهتر هستم در حال که شیطان قبول داشت که الله خالقش است فکر تا است شیطان قبول داشته نسای که خود شیطان چی میگه شیطان گفت که خلقتنی این الله تو مرا خلق کردی من نار نزاتش و خلقته تا و او را از, از چی خلق کردی از گل خلق کردی اینم معذو کده خوب استم قال گفت الله متعال فهبت پس پایان برو منها از امی جایی که تو هستی فما یکونو لکه پس نیست برای تو انت تکبره برای تو شایسته نبود که تکبر بکنی فی ها در آنج برای تو شایسته نیست این مقام که تو آمدی که ملائکه ششتی و تو یک اتو مخلوق چتل هستی که متکبر هستی فخرج پس خارج و این من از ساغیرین تو بسیار انسان خوار و زلیل و پست هستی بسیاری کسا را شما سکنید بسیار جای خوبش می مردم سر های خود بالا میکنم. اما وقت کارای ابلیسی کرد الله متعال ات زلیل میسازش که باز مردم از پیش از اون متنفر باشن ما شما با چشم خود میبینیم قال گفت امین ابلیس انظرنی یا الله بر مخی مهلت بتی الى یوم یوبعثون آتون تا روزی که اینا مبعوث میشن یعنی تا قیامت بر ما وقت بتی الله متعال به اساس ای که انسان به خاطر امتحان خلق کرده الله بر فرصادت قال بر گفت که این من المنظرین تو پیش از ای در چی در تقدیر من از جمله کسایی هستی که بر تو وقت و مهلت داده شده هست برای امتحان قال آل ابلیس میگه چی میگه قال گفت ابلیس فبی ما به سبب ای که یه ما مرا گمرا کردیم لأقعودن حتما من نشینم لهم در مقابل اینمی انسان ها و مخلوقات در مقابل چی میشیم برای انسان ها میشینیم تا مانع شویم از چی مانع شویم صراط مستقیم از راه را راست یعنی استاد میشین در راه راست نه میمانه میشن که به راه راست داره کمی دمی درس در دین کمی آمد تق تق میت میشه بخی برو الا بتی امروز آمدی سبا نبی چی میکنی اینه کلش از چی کل وسواس شیطانی هست میگه ما مانع از این از راه مستقیم ثم لاتینهم باز الله گفته الله کل گپ های شیطان از ذکر میکنه ای از رحمت الله هستام تا ما شیطان دشمن خود بشناسیم از زبان خود دشمن گپای دشمن بر ذکر میکنه تا که فریب دشمن رو نخوری شیطان ای کار را میکنه باز گفتم هم باز همین شیطان گفت لاتی هم باز من اتمن میایم پیش این هم من بین ادیهم از پیشرویشان. از پیشونیش میای میگم اوش کو طرف آخرت نری و من خلف ما از پشت سرشان میای مک و برش تلیش میکنن طرف دنیا برو طرف دنیا برو طرف زنا برو طرف گناه و ان ایمان ما ایم ایم از طرف راستشان میایم از طرف دست راستشان میایم برشان میایم که بینکی نکنی نکی نکنی بو الابتی نکیرم و ان شما الهم از طرف دست چپشان میایم ای رب بدی ها تشویق میکنم و لا تجد اکثرهم با شیطان میای که الله باز ببینه بی که اکثریت هزار نمیبینه که باز اینا شکر نعمت های تو را بکنن از چشم تو استفاده میکنن لکن شکر چشم نمیکنن از نعمت تو استفاده میکنن از این شکر نمیکنن از گوش تو که برش خلق کردی از استفاده میکنن شکر نمیکنن از قلب خود از ذهن خود از پای خود از مغز خود از عقل خود از دماغ خود از علم خود از کل چیزی که الله ورج یا باز شکر نمیکنن قال الله متعال گفت اخرج بیرون شو منها از بین از این میجا مذعومن بسیار خوار ذلیل مدحور رانده شده قال الله مطال، الله متعال برش ميگه لمن طابعك هر کسی که مطابعت و منهم أَزَمِي انسان ها و ازمی جنها از تو هر کدامش که پیروی کرد املا ان جهنم من کم اجمعین باز ما پر میکنم جهنم دوزخ از انسان هایی که پیروی تو را میکنن از جن هایی که پیروی تو را میکنن خود تام اجمع اجمعین تامین و یا آدم اسکن و الله مطال میگه گفتیم برای آدم علیه السلام که ای آدم علیه السلام اسکن سکونت بکو انت خودت و زوجو و همسرت اینجا ببینید نگف زوجتو که در زبان عربی وقتی که کلمه ضرورت نباشد تی تانیزه نمیره اینجا خب بیازم که زوج آدم علیه السلام همسرش کی بود؟ بیبی هوا بی بود. پس از اینجا تیتانی سنار بعضی کسا میگه چرا در نام ها که از مثلا در این مؤنث نیست، چرا نام های الله علیه و بالله تیتانی نیست؟ نیاز نیست. این زبان عربی اسلوبش هست بعضی بدینا که زبان عربی رو نمیفهمن میگه پا را می به نام های الله کلش مذکر است در حالی که نام های الله که شایسته از جلال عظمت الله است او به مذکر و مؤنث توصیف نمیشه. و ای تیتانیس نیاز نیست که در اونجا بیاره متوجه هستین از این خاطر در زبان عربی هم تو قانون از در جایی که نیاز نباشد تیتانیس وقتی میاره که اونجا باز مسئله مذکر مؤنث مطرح شود در جایی که مطرح نشه اصلا ضرورت نمی باشه یک موضوع بسیار قوی است انت تو و زوجو که و همسر تو که بی بی حوا هست هر دو تا در کجا باشین الجنت در جنت باشین فکل و پس بخورین من ح... من حیث تو ما از هر جایی که خواستین ولا تقرب هذه الشجره آل الله متعال وقتی که کل نعمت ها را می ده هزار بیست هزار قسم میوجات و خوراک ها هست باز هم یک قسم چه این میکنه به خاطر امتحان یعنی انسان در بین نعمت ها در امتحان می باشه کو که در اینمی لحظه در امتحان استی من حیث و ما ولا تقربا هذه شجره به درخت نزدیک نشین ف... نامش شرم قرآن و سنت بیان نکرده کسایی که زیاد تفسیر و فلسفه گفتن او درست نیست فقط یکی از امی خوردنی ها و یکی از درخت ها من شده بود به این نزدیک نشه فتکون من از ظالمین باز شما میشین از جمله ظالمان فوسوس لهم الشیطان و باز وسوسکت شیطان این شروع کرد دیگه شیطان دشمنی خدا از کجا شروع کرد؟ از آدم و حوام چه قسم شوروکات با وسواس فواس و صلاح شیطان از این خاطر وسوسه کجا گفتم؟ میشه می گپا میره مثلا شیطانای انسانی این خبره که میاره دیگه خبره میاره دیگه خبره میاره دای فیسبوک میاره دای تلویزیون یک شبهه را ایجاد میکنه دای اینجا گپا میره این وسوسه ها را که کل شکر ذهن تو ذهن تو ذهن تو, تو یک دفعه یک نفر سعی کنه خوب نماز بود یک دفعه سرش نماز ترک میکنه خوب دیندار اس یک دفعه کافرش میسازه پس از این خاطر میگه که پس وسوسه ها را متوجه باشین چی شیطان ها انسانی باشه چی شیطان جینی فا وسوسه لهم و شیطان و پس وسوسه کرد برای شیطان چرا شیطان چکن؟ لیوب دیه اولین کار که شیطان میکنه که انسان امی عورتش را کشف کنه شرمگاه از کشف کنه این چی کنه لیوب دیه تا آشکار کنه الله برایشان موری آنچه که پنهان است انه ما از ایشان من سواتی ما عورتشان و قال ما نها کمال میبینه امی شیطان ها کسا. اول چی میکنه میگه حقوق زن ده ای است که زن چادر نداشته باشه حقوق مرد ای است که این مرد بلباس باشه از این خاطر بر سپورت و لباس ها جور میکنن کل اندام تو معلوم شوه خ قطگه که تو چیز میکنه کمی شیشته باشی همین وزن برداری که میکنه که کل زن ها را بر شما لباس رو جور میکنه که همین عورت شمگاه از معلوم شوه یکی معلوم شد باز میگه این آغاز به حیایی است آغاز بدین الحیا و من الایمان حیا از چی است از ایمان است من سواته مطاق تا که عورت معلوم شد و قال و قال ما نهاکم آل جنگ فکری میکنه شیطان آل خزورش با آدم علیه السلام نمیرسه آدم علیه السلام قوی هست نو خلق شده خوب زوردار است و این شیطان یک پیر ضعیف است چند ساله که تا آدم علیه سلام خواهد زور خود کار گرفتن نمیتونه آل دیگه جنگ فکری میکنه و برش میگه و قال ما نه حاکم آراب و رب شما را من انکت پروردگار بتان انها ده شجرتی ازی درخت الا ان تکونه ملکینه مگر خاطر ازی که شما مثل ملائکه و را دوتا ملائکه باشین او تکونه من الخالدین یا شما همیشه در اینجا باشین به خاطر که گپای خدا و دروغهای خود تایید بکنه و قاسم هما. یعنی همیشه فکر دان باشه که کسایی که جنگ فکری میکنه او در لباس دوست میه و بر تو سطحا قسم میخوره که من دوست تستم من رفیق تستم من دیوال تستم تو بگی که شرابه تو بیگی کاره که خرابه بکو، تو بیگی بگیره بکن از این خاطر میگه دشمن ها در لباس دوست میاین و فریب میتن جنگ فکری همیشه در لباس چی می؟ دوست می آمدیم بر تون مکتب بسازیم آمدیم بر تون شفخانه بسازیم آمدیم بر تان سرک بسازیم آمدیم بر ریکنسترکشن یو ار هم این ریکنسترکشن نگه پارمه لیکن پسان که ببینید کلش فساد است کلش خراب کردم. و قاسم هم و همی شیطان با جنگ فرری خود قسم خورد برای آدم و هوا گفت این نیلا و مکه برای شما دو نفر هستم لمن ناسین من نصیحت میکنم و خوب میفهمم فدل هم به غرور پس آنان را از مقامشان پاییر کرد به غرور با امی فریبی که شیطان داشت اینجا قرآن دفاع میکنه از حق بی بی هوا چرا که یهود و نصارا به این عقیده هستند که آدم علیه السلام از جنت کی فریب داد میگه هوا رفت ای کار کرده میوار خورد بر شوار خدا مگی زن لعنت شده آل اینکه قرآن دفاع میکنه از مادر ما و شما مادر انسانیت که بیبی بی هوا هست و میگه که اردوی از اینا را کی گمراه ساخت شیطان و میگن زن ملعون است در کتاب تورات میگه که تحریف کردن زن چرا ملعون است میگه به خاطر که ای رفت از دان مار اه... که شیطان به شکل مار آمده بود باز میوه را گرفت و خودش خورد و باز بر شوهر خودم داد از خاطر میگه لعنت سر شد اول در جنت مار از کجا میشه لو دومی است که نه مار ماری کفا بود همین تن امی شیطان ها که کمپیر بود اینمی آمد و یار اردوشان را فریب داد فدالله ما پرس آنان را از مقامشان پایان کرد به غرورن به سبب فریب فلم ماذاقا پس وقتی که اینا خوردن از شجرت از میوی از امی درخت ممنوع بدت آشکار شد برشان لهم و بردویشان سوات ما اورادهایشان و تفقا و شروع کردن یعنی امول که جنتی بر از اینا پوشانده شده بود ای از پیشان چی شد؟ خطا خورده افتاد و تفقا و شروع کردن یک سفانه که من داختن علیه بالای خود منوار جنه از برگ های درخت یا نباتات جنت و نادا هما و صدا آنان را رب هما پروردگارشان علم ان حکم آیا من منع نکرده بودم شما را نهی نکرده بودم شما را ان تلکم شجره از اینمی درخت و اقل لکما و برتان نگفته بودم که ان شیطان لکم عدو لکما کمی شیطان بر اردوی شما عدو و دشمن است مبین آشکارا وقتی که دو نفر گفتن آل بعضی کسا باز بعض روات های دروغ میارن باز میگن ساختگیره که باز اینجا بچه میگه با اونجا بود که محمد است بنام محمد کوی کو اونا افراد میکنن در شخصیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. قرآن رو رد میکنه قرآن از میشان میگه که بار آدم علیه السلام نکرد و نگفت که به حق محمد و به حق فلانی آدم علیه السلام گفت که قالا گفتند را آدم هم گفت هوا هم گفت ایر از کی یاد گرفتن از الله یاد گرفتن قالا اردوشان گفتن که ربنا ای پروردگار ما ظالمنا ما ظلم کردیم انفسنا بر نفسهای ما و الا تغفل لنا و اگر مغفرت نکنی لنا بر ما پروردگار ما و ترحمنا و رحم نکنی بالای ما لا نکونن من الخاسرین باز ما از جمله خسارت کنده ها میشیم قال اهبتو الله متعال حکم خدا برشان آل بیان میکنم میگه پایان شوین بعدکم بعد عدو بعضی از شما بر بعض دیگه تان یعنی شیطان ها که اصلا بر انسان ها دشمن میباشن و شما دشمن ای وزنا هستین شما ایتیاد بکنید ولکن فی ارض مستقر و بر شما در زمین جای استقرار و قرارگاه و آرامش است و متا و یک متاع از امی زمین حین تا یک مدت معین و مشخص قال فیها تحیون گفت شما در امینج زندگی میکنین و فیها تموتون و دمی زمین میمورین و منها تخرجون و از امین زمین خارج میشین یا بنی آدم ای اولاده آدم علیه السلام قد انزلنا الله متعال خطاب میکنه بر ما و شما میگه ای اولادی آدم علیه السلام کل ما شما اولادی آدم علیه السلام هستیم اروپایی آمریکایی آسیایی آفریقایی کل ما و شما بر اولادی آدم علیه السلام هستیم الله متعال میگه قد انزلنا یقینا که نازل کردیم علیکم بالا شما لباساً, لباسا لباس را یعنی حکم پوشیدن لباسه که باید با سطر لباس بپوشین او تو لباس بپوشین که یواری سواتی که ای امو عورت شما را می پوشنه. پس اگر کس لباس میپوشه که عورتش پوشیده نمیشه یا چسب می باشه اعضای بدنش معلوم میشه یا نازک می باشه، یا کوتاه می, باشه، یا کوتا می باشه، باز این لباس شرعی نیست این مخالفت امر الله را کرده او تو لباس را بپوشین که نازل کردیم بر شما حکم شه که یواری که بپوشاند سوات امو شرمگاه های شما را و همچنان لباسی که چی باشه واریشن و لباس زینت باشه یعنی شما را مزین زیبا چرا انسان وقتی که لباس نداشته باشه همو زینت از او از بین میره زینت انسان که از دمو لباس است و دمو حیا و دمش است و لباس و تقوا و بهترین لباس ها لباس های مادی نیست دو قسم لباس هست یکی لباس مادی هست یکی لباس معنوی است هم شما لباس تق... لباس مادی را بپوشین که او عورت شما را بپوشونه و هم لباس معنوی داشته باشین که او لباس تقوا هست شما چشمتان تقوا داشته باشد دستتان

ذلك ولباس التقوى اي لباس معنوي تقوى كذلك اي بهتر ذلك من آيات الله إنمي احكام الله است لعلهم يذكرون شاید كه امي حقيقي الله إلى را ياد بکنن. يا بني آدم باز الله متعال ما و شما خطاب مكنن اي آدم عليه السلام لا يفتنن نكم الشيطان شما را در فتنه كما شیطان که ما اخرج بابایکم چنان خارج کرد پدر و مادر شما را. پدر و مادر ما و شما آدم و هوا بود از این کافرا که بازوا میگه ما پدر ما شادی است از ما و شما الحمدلله ما اصل هستیم اونا که اصلا میگه ما از چی هستیم از شادی هستیم یک جای یک کس میگه فهمت مرکز که میگه خودش چوچه شادی است ما الحمدلله بابای ما در قرآن معلوم است که چی است پدر و مادر ما آدم و حوا علیهم السلام هر دویشان شخصیت های بسیار عالی بودند ما اخرج ابوایکم چرا چون اونها خارج کردن پدر و مادر شما را من الجنت از جنت ینزو ینزو انهما که بیرون میکنند ازشان لباس هما لباسشان را لیریهما هما تا نمایت از سوات هما را انه یقینا که شیطان یراکم میبیند شما را هو خودش و قبیل و همکارانش من حیث لا ترونه هم مثل که شما شیطان را دیده نمیتانین شیطان های انسانی را دیده میتانین شیطان های جنی را دیده نمیتانین یا شیطان های انسانی را هم به اساسی که جنگ فکری میکنن شما شناخته نمیتانین بسیاری وقتا یک از دشمنت است تو نمیفهمی او جنگ فکری میکنه خوب که تکت تک کرد از بین تا خوب که وضعیت خراب کرد باز ایلایت میده باز او الان چی بد کردم کاش کمی ده سال پیش میشناختم اینا جعلنا الله مطال میگم ما گرداریدیم از شیاطین شیطان ها را اولیاء دوست یعنی بسیاری کسا میگه که ما اولیاء را دوست داریم اولیاء دوستشان کی است؟ شیطان ها دوستای کی هستن؟ دوستای للذین امین بر کسایی که ایمان ندار شیطان ولی و اولیا بر کی هست بر کسای که ایمان نداره اما اولیای مسلمانها کی هست الله رسولش است الله ولی الذین امنو دوست ما و شما الله است و مسلمان ها هست مؤمن ها هست با تقوا هست دیگه این مرد ای شیطان ای و شیطان پرستا چی عادت دارن شیطان و شیطان پرستا عادت دارن و اضافه علو فاحشه وقتی که یک کار فحش ناروا حرام زشت میکنن کنن قالوا باز میگن وجد علیها ابا انا ما این به خاطر ازی میکنیم که پدرای ما این کارو کردن و دیگه تومت دیگه میگن سر الله باز میگن والله امرنا به ها میگه الله ما را به این زشتی ها امر کرده قول برشان بگو ای رسول الله صلی الله علیه و ان الله لا یامر بالفحشاء یقین داشته باشین که الله متعال ذات پاک است منزه است قدوس است اذاتی که از همه ایبها خالی ست هیچوقت امر نمیکنه بالفشا بهبدیها شما تومتمیکنین اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیا شما قول یا سخن بگینعاللبرالله ما نچهرا که لاتعلمون نمیدانین قل بگو رسولالله صاهعهوسلم مرربی امر کرده است ربم پروردگار م خالق مه بالقصط به عدالت و اقیمو وجوهکم عند کل مسجدا شماسن روحایتان را عند کل مسجد به طرف هر مسجد یعنی شما وقتی که نماز میخواین رویتان به طرف قبله بگردانید و دعوه و طلب دعا بکنین از کی؟ هو از الله فقط مخلصین در دعایتان باید اخلاص داشته باشه اینجا توحید دعا هست توحید در دعایی است که فقط دست دعا را به بارگاه الله بلند کنی و شرک در دعا چی هست؟ که دست دعا را به مخلوق بلند کنی هر مخلوقی که باشه زنده باشه یا مرده باشه و, و پس شما توحید در دعا را بکنین دعا بکنین دست دعا بلند بکنین مخلصین خاص برای الله له بر او له دینه که دین هم خاص برای الله باشن یعنی دین تان هم تنها به نام الله باشن نام دیگه مخلوقات در او شریک نکنین حالا دیگه وقتی که این کارا را کردین اکنون برگشت انسان در آخرت است اینال الله مطالمه که باز در آخرت خیلی چی قسم من کما بدا اکم همو قسمه که الله متعال شما را خلق کرده تا اودون و اونمو قسم شما پس عودت میکنه اونمو قسم که در روزی که نو تولد شدین برهنه اونمو قسم دوباره شما برهنه در روز قیامت حشر میشین فریقا الله متعال تقسیم بندی مخلوقات هم میگه مگه مخلوقات ما که از یک گروهی هستن که هدا هدایت شدن و فریقا حق عليهم الضلال و, و گروه هستند که حق شد بالایشان گمراهی چرا یا گمراه شدن انهم به خاطر از یا گمراه شدن که اتخذو گرفتن از شیاطین شیطان های انسانی و یا شیطان های جنی را چی گرفتن اولیا گرفتن دوستای خود گرفتن من دون الله و غیر از الله و یحسبون باز اینا فکر میکنن گمان میکنن که انهم مهتدون که نه هدایت شدن یا بنی آدم ای اولاد ای آدم علیه السلام خود زینتکم بگیرین زینت هایتان را اندک کل مسجد در هر مسجد در مسجد وقتی که میای به ملاقات الله میای با بسیار ادب و اخلاق بیا لباس بسیار خوب بپوش بعضی کسا در نمازید که می که زیر و زیر و امتا از خوک که انده چطل مویایش ناشانا کردگی لباس چیز گدوت می الله مطال میگه این بیادبی رو نکنین در مسجد در مسجد وقتی که آمد این خود بگیرین زینت کم زینت تان را این کل مسجد در نزد هر مسجد وقتی که در مقابل الله استاد میشین باید امتا بسیار مزین پاک با عطر صحابه می آمدن و کل و شربو و الله متعال میگه از نعمت های الله بخورین و شربو و بنوشین ولیکن لا تصرفو لا کن زیاده روی در حلال نکنین انه لا یحب یقینا که الله متعال انسان های اسراف را که مثلا یک کیلو گوشت کفایت میکنه دو کیلو را میارن در سر میز ببینید ده قسم غذا را میمانه باز دو قسمش میخوره اش قسم دیگه شده زبالدانی میپرته الله متعال اینی مردم ها را دوست ندارم قل بگو بعضی کسای هستن که باز در حلال الله را حرام میکنن حرام حلال میکنن قل بگو من هر من کیس هر من هر کسی یا هر کیس آن شخصی که حرم حرام نموده است زینت الله زیبایی های الله را التی آن زیبایی ها را که اخراج العبادی که خارج کرده بر بنده هاش و طیبات من رزق یا حرام میکنه بالای خود چیزهای پاک از رزقم قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا این نعمت های الله در دنیا بر مؤمنا هست خالصتا باز در روز قیامت کس یوم القیامت بر از اینا در روز قیامت هم همین نعمت ها داده میشه چرا مسلمان ها میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه عمل كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون الله متعال ان قسم تفصيل میتمایت بر قومی کی اونا علم قل بگو رسول الله صلى الله عليه وسلم انما یقینا کی حرم حرام کرده ربی پروردگار ما الف واحده تمام کارهای زشرا را ظهر من حاضر و ما بطن و از او و الاسم همچنان الله متعال حرام کرده گناه را و البغیه و سرکشی را بغیر الحق بدون حق و ان تشرکو و همچنان الله متعال حرام کرده که به الله شریک بیاورین بالله به الله مالم یونزل آن چیز را که نازل نکرده به به آن سلطان دلیله و ان همچنان حرام کرده که و ان تقولو علی الله ما تعلمون که برای الله بگن چیز را که نمیفهمین بعضی کساس بر الله نامهای عجیب غریب علم نداره از دل خود در قرآن و سنت و نام الله نگرفته یه خود برش نام توی والا ما الله را عاشق میگم ما عاشق الله هستم ما معشوق هستم خمار هستم و مثل فلان است الایاذ بالله میگم سر الله سخن های را نگوین که علم ندارین یا چیزی که الله برتان حکم نکرده او حکم نکنین یعنی يعني بدعت ها و یارا چیز نکنین سر الله تومت نکنین ولی کل امه اجل بر هر امه الله متعال میگه مدتش معین است یعنی يعني مرگ و زندگی قسم نیست که شما بگین که والا بعد استمه هست اگه من اعتماد کنم نمیمرم الله متعال میگه ولی کل امه اجل بر هر کسی یک اجل است فاذا جاء اجلهم وقت که اجلشان بیای الله یا ساخیرون ساعه تأخیر نمیشن یک ساعت ولا تقدیمون یک دقیقه هم تقدیم نمیشن نه کس عجلش پس میشن نه پیش میشن یا بنی آدم ای اولاد آدم علیه السلام اما یعتین نکم وقتی که بیاید به نزد شما رسول پیغمبران من کم از جمله خود شما انسان ها باشن یا قصونه که بیان میکنن علیکم بر شما آیاتی آیت مرم فمنت تقا و اصلح پس هر کسی که تقوا کرد و اصلحه و خود اصلاح کرد و در جامعه هم اصلاح کاری کرد فلا خوف علیهم پس بر از اینا ترس نیست ولا هم یحزنون و اینا جگر نباشه یعنی بر از اینا الله ترس و خوف نمی باشه برنا الله آرامش روانی نصیب میکنه والذین کذبوا بآیاتنا و کسانی که تکذیب کردن به آیات ما و استکبروا و تکبر کردن آنها یا یعنی از آن اولای که از خواب نار اینا از خواب دوزخ هستن هم فیها خالدون اینا در میاتش دوزخ همیشه میباشن باز الله متعال امی مردم ها را کسایی که سر الله تومت میکنه یارا میگن بسیار ظالم هستن امی بدعت کارایی که بدعت میکنن و باز او تومت میکنن سر الله و رسولش میگه دین است الله متعال میگن فمن ظلم و پس کی ظالم تر ممن نسبت به کسانی که افترا علی الله کذب و افترا میکنن بالای الله تومت میکنن کذبن به دروغ امی کسایی که تومت میکنن باز یا کل امی دروغای خودم همین بدعت های خود گناه های خود باز به با الله نسبت میتن او کذا مثلا میگه موسیقی حلال است این تومت است برای الله ساز حلال است زنا حلال است شراب پروا نداره اختلاط پروا نداره به حیایی پروا نداره به حجابی پروا نداره کل اینی گپ ها کس این کلش تومت است بالای الله کسی که قانون میسازه و او قانونش زد شریعت الله هست و او باز به با الله نسبت میده ای کلش افتراز بالا او کذب به آیاته یا تومت سر الله میکنن یا تکذیب میکنن اولای که ینالهم نصیبهم الله متعال میگه بر از اینا نصیبشان میرسه من کتاب از تقدیر باز تقدیر از اینا برشان میرسه حتی تا زمانی که جاعتم رسولنا باز بیاید و با پیش از اینا فرستادگان ما یعنی ملائک های مرگ ایر رسول گفتن خاطر که میگه ملک الموت یا به خاطر عزتمندی از او جمع استعمال شده و یا هم به خاطر ازی که ملک الموت تنها نیست امرا ازی همکارا و زیر دستایش است یا هم باز این ملائکه الله که هستن یا چی میکنن اینا را روحشان قبض میکنن که وفات کردن قالو میگه سوال میکنن از شان ما کنتم تدعون من دون الله کجاست سو کسایی که شما او را دست و دعا را بلند میکدین بغیر از الله قال و میگفتن دال و عنا از پیش ما گم شدن نیستن حالا که به درد ما بخورد در وقت مرگ و شهید و الان فوسی میا با سر خود شهادت میتن که انهم کانو کافرین که نا کافر بودن قال قالت خلو بگو بگو برشان داخل شوین فی من در امتهایی که قد خلت قبلا گذشته از من قبلكم پیش از شما من الجن و انسی از جنها و انسانها فنار فن در دا داخل آتش دوزخ شما هم کتر دوزخی های سابق شما هم داخل شدین کل ما دخلت امتون هر وقت که یک گروهی از دوزخی ها داخل دوزخ میشن باز لعنت باز لعنت میگه اختها امو کسی که هم افکارشان است یعنی کمونست های نو که وقتی در طرف دوزخ برده میشه باز کمونست های سابقه ها باز میگه لعنت خدا سرتان شما نمیفهمید که ما در بدر شدیم شما هم اومدین مثل ما برشدیم مشرکای نو که میرن مشرک های سابقه کافرای کافر کافرای سابقه یکی سر دیگه خود لعنت میکنن لعنت اخته ها لعنت میکنه به من فکرش حتی حتی ایده دارکو تا وقتی که به هم برسن فیها جمعا کلشان قالت اخراهم لاولاهم آخری ها باز برای اولی ها میگن چی میگن ربنا ها اولا ای میگه ای پروردگار ما اینمی کسایی که بودن اینمی رهبرای ما رهبرای احزاب سیاسی ما رهبرای فکری ما این همی اولون ما را گمراه کردن ما را گفتن بیا کمونست شو بیا سوسیال شو بیا دموکرات شو بیا سکولار شو بیا بیدین شو بیا برعکس این همی ها ما را بردن این بدبختی ها و کفر و شرک و بیدینی داخل کردن آه اولای اولون اینا ما را گمراه کردن باز خود امی پیروای از این رؤسای احزاب بازی ها چی میگن بازی ها دعا میکنن فعاتهم یا الله بر از عذابن عذاب بتشان بتین دو این اخماره من از آتش و دوزخ الله متعال باز در جوابشان جمعه می لکل انده بر کلتان تان بر رهبریتتان تان بر پیروایشان دعفون دو چند عذاب است ولیکن لا تعلمون لیکن شما نمی دانین. و قالت اولا لاخراهم گروه اولی که هستن رهبری که هستن برای آخرا باز چی میگن فما کان لکم ای لوده های احمقا مردم های بیدین خدا شرمانده فما کان لکم علینا من فضل بر شما بالای ما کدام فضیلت نیست ما فقط می آمدیم شما را یک دعوت میکردیم یک مجلس میگفتیم چرا آمدیم پیروی از ما را کردیم فضو هیچ م... ف... شما فضیلت سم... سرما ندارن شما خودتان احمق بودین ما خمالامت نیستیم فضو و عذاب باز بر از گفته گفتم میشه که بچشین عذاب را به ما کنتم تکسیبون کلتان به سبب چیز کس میکردین عمل میکنین این الذین کذبو به آیاتنا الله مطال میگن یقینا کسانی که تکذیب کردن به آیات ما واستکبروا عنها و تکبر کردن از آن لا تفتح لهم ابواب سما وقتی که روح از بالا برده میشه به طرف آسمان دروازه آسمان اونجا که روح بالا برده میشه بر از اینا اونجا جای داده نمیشه دروازه آسمان برشان باز نمیشه ولا يدخلون الجنت و ابدا داخل نمیشن در جنت عرب ها یک مثال داشت یک کار که نمیکردن باز می این کار نمی کنم تا نمی کنم که می شطور در امی سوزن در تار, سوزن داخل میکنه از اون امو در امی سراخ سوزن تا وقتی که میگه شطار داخل نشه این کار نمیشه یعنی معنای چیز که کار شدنی نیست ای میگه میگه یا داخل جنت نمیشه حتی تا زمانی که یل جل, یل جل داخل نشه و فی سم الخیات در امو سراخ سوزن یکی خیات است یکی خیات است خب خیات سوزن میگم وكذلك نجز المجرمين الله متاولم قسم جزا مت مجرمان را لهم من جهنم مهاد بر زنا در از جهنم چی است مهاد گهواره است جه است و من فوق و از بالایشان وكذلك نجز الظالمين و همین قسم با جزا میتیم برای کی برای ظالمان والذین آمنوا و کسانی که ایمان آوردن و الصالحات و کردن لا نکلف ما مکلف نمیکنیم نفسا هش هیچ نفس را. الا وصاهم مگر به اندازه توانش اولئک اصحاب الجنه جنت همی مردم صاحبان جنت هستن هم فیا خالدون اینا در جنت داخل می باشن آل بعضی کسا میگه میگه بعضی مردم ما خوب مردم هست در جنت میره لکن در قلبشان بعضی از چی هست بعضی از تقاضاهای نام خراب هست مثلا حسادت از کینه از فلان از فلان از رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قلبش توسط آب زمزم شد شد, پاک شد حال جنتی ها چطور میشه الله مطال میگه و نزعنا و بیرون میکنیم در جنت از جنتی ها را چی ما فی صدوریم آنچه که در سینه هایشان است من غل نسکینه کینه ایچ در جنت باز کینه و کدورت و بدبینی و حسادت و گفا نمی باشه تجری من تحت که جاری می باشد از زیر قصرهای و قدمها و زیر درختهای از اینها انهار جویها و قالوا و می گوین جنتی ها الحمدلله حمد و سنا و صفت است لله بر الله الذي هدانا که ما را او ذاتی که ما را هدایت کرد لهذا به حق و ما کن نال و ما نبودیم که هدایت شیم لولا ان هدانا الله اگر الله ما را هدایت نمیکرد جنتی ها میگه ما هدایت نمیشدیم لقد جاءت رسول ربنا بالحق یقینا که پیغمبران پروردگار ما به حق آمد و نود و برشان صدا زد میشه که ان تلکم الجنه تلکم تلکم الجنه برشان گفته میشه که اینمی جنت هست که اورث موها و میراث گرفته اید آن را به ما کنتم تعملون یعنی مثل یک کس میراث میبره می جنت می جنت تسلیم شما شد اینمی قسم و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار با صدا میکنه اصحاب الجنت اصحاب دوزخ ان قد وجدنا این ما خیافتیم ما آنچه که وعدنا ربنا که وعده کرده بود پروردگار ما حقا به حق فهل وجدتم ما وعد ما وعد ربكم آیا او چیزهایی را که رب شما بر شما وعده کرده بود بر شما رسید حقا به حق قالو میگن نعم بل ما هم اینمی بدی هایی که بر ما بود کلش بر ما رسید فاذن مؤذن باز آزان یا صدا میکنه یک آواز دهنده ده ای بین هم در بینشان که اللعنة لعنة الله على الظالمين كلعنة الله على بر الذين كسانك يصدون باز ميداراً مردم سبيل الله رأي الله ويبغونها وميخوان آن را كه ويبغونها اي و جان كاتش كچ چه الشبهات كه در احكام الله شبهات ميبرتن اعتراضات ميكنن وهم بالاخره و اينا در اخرت کافين كافرها هستن و حجاب و الاعراف رجال يعرفون كلا بالسيماهم الى ان شاء الله متعال سبا ميخوانم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك واتوب